اخیراً شاهد بیانیه 279 انجمن زنان جامع و تشکل زنان ایرانی در کشورهای مختلف جهان از هواداران مجاهدین و پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران بود. در طول سال 1402 این تلاش‌ها به نوعی میشه گفت مثل یک موزیک مد فعالیت‌های مقاومت ایران جریان داشته و همواره در صحنه حضور داشته. می‌خوایم که همین فعالیت جامعه زنان و حمایتی که در این راستا کسب کردن رو مورد بحث قرار بدیم با مهمان برنامه‌مون خانم وحیده خرم‌رودی از کانادا. خانم خرم‌رودی سلام می‌کنم به شما. شبتون بخیر، خوش اومدید. با سلام گرم و تشکر از این فرصت داده شده به من. اگر اجازه بدین از همینجا تشکر کنم به این فرصت که به من دادین و در رابطه با سوال خودتون گفتین در رابطه با انجمن‌ها و فعالیت‌هاشون یک کوتاه مختصر اجازه بدین توضیح بدم. گشایش انجمن‌ها و کانون‌های زنان راهی به سوی نونگری بوده و هست. یکی از فعالیت‌هایی که پس از مشروطه شکل گرفته ایجاد همین انجمن‌ها بوده که در مورد فعالیت‌های زنان و حقوق آنان بحث می‌کردند. این انجمن‌ها نقش بسیاری در گسترش و رشد فعالیت‌های زنان در دوران مختلف و سال‌های بعد از اون رو داشتند. انجمن زنان ندا هم در شرایط ثبت شد که زنان ایران برگرفته از مدل زنان اشرف و برای در سالهای گذشته برای مبارزه و مقاومت خودشون در علیه این دیکتاتوری پوسیده آغاز کردن. در همین راستا شما اشاره کردیم به کارها و فعالیت‌های انجمن‌ها که یکی از این فعالیت‌ها همین بیانیه 279 انجمن جامعه و تشکل ایرانی در کشورهای مختلف بود که انجمن زنان ندا و دیگر انجمن‌های زنان در کانادا از این بحث مجزا نیستند. در این رابطه من انجمن زنان ندا یکی از امضا کننده ها بود که میخوام اگه اجازه بدیم بپردازم به بخشی از این بیانیه که این بیانیه 8 ماده داشت که در بخش ششم اشاره میکنه که اگه اجازه بده میخونم که اشاره میکنه که این از صفحات پرافتخار تاریخ مجاهدینه که در سال 1369 با هزینه سنگین و ریسک بالا برای مسئولان سفرهای هر اکیپ در زیر مهیب ترین بمباران ها بدون اینکه کمترین آسیبی به یکی از کودکان برسونه اونها رو از بمباران های جهنمی نجات دادن. روندی که در جنگ اوکراین با سوریه و در فنلاند، نروژ، فرانسه، انگلستان و بسیاری کشورهای دیگر البته با قربانی و خسارت بسیار تجربه شده است. باید اشاره کنم که بله، چطوره که به کشورهای خارجی میرسه نجات کودکان نامش گذاشته میشه ولی به مجاهدین که میرسه جدایی از خانواده. ای بسا به شرمی از طرف کسایی که نامهربان هستن با این مقاومت. و اگه اجازه بدین یه نکته دیگر هم که اشاره کنم به کار انجمن‌ها، خانم زینت میرهاشمی در مقاله که پیشنهاد میکنم همه بخونن در این رابطه بسیار زیبا میگه. میخونم از روش که در این قسمت میگه در این فیلم گناه مادر یکی از راویها، یعنی اونا که به قول معروف طلبکار هستن، تن ندادن به خواسته همسر سابقش است که به بندگی کشیدن زن و استفاده ابزاری از فرزند تن نداده است و بسیار زیباشون ترسیم میکنه و ادامه میدن که سوال اساسی این است که در مبارزه و مقاومت علیه استبداد مذهبی با سرکوبگری ما ورای فاشیستی کدوم راه ارزش داره؟ کدوم راه به فرهنگ مترقی برای برابری جنسیتی زنان یاری میرسونه؟ خب طبیعی است که پاسخ به این سوال ها بستگی به این داره که چه میزان درک از دموکراسی، احترام به حق انتخاب، حق مبارزه، تشکلیابی و فهم از سکولاریسم، کثرت‌گرایی و در نهایت چگونگی تغییر رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه داشته باشیم. این از گفتار خانم زینت میرهاشمی که بسیار زیبا مبارزات زنان رو در این مقاله میتونیم بخونیم و اینکه زبان زنان و انجمن خود ما هست که وقتی که این بیانیه رو امضا میکردیم با آگاهی کامل میدونستیم که در این مبارزه پوسیده با افکار پوسیده رژیم و ایادیش که در خارج کشور هست این
بیانیه‌هایی که از کارها و فعالیت‌های انجمن هاست که دیگر فعالیت‌ها و گزارش‌ها هم اگه اجازه بدین سریع به اطلاعاتون برسونم که یک از کارهای ما که به ادامه کمک به ادامه قیام و دعوت زنان مبارز ایرانی به ادامه قیام در صفحات مجازی است، شناسوندن زنان اشرف و مبارزات اونها در چند دهه گذشته است، ترویج ارزش‌های جهانی آزادی و برابری دموکراسی یک جمهوری دموکراتیک مبنا بر جدایی دین از دولت در ایران و طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، بالاخص رد طرح قوانین سرکوبگرانه رژیم ایران و اصرار بر برابری کامل زن و مرد در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، حق برخورداری از هر شغل عمومی از جمله ریاست جمهوری و رهبری سیاسی و قدرت قضایی تاکید می‌کنیم. درسته. گرفتن بیانیه‌ها و حمایت از زنان و انجمن‌ها برای اعلام همبستگی با زنان شجاع ایرانی برای شورش علیه استبداد که در حال مبارزه برای حقوق پایه خودشون هستند، برای زنانی که بیش از 100 سال علیه ظلم و ستم شاه و شیخ به مبارزه برخواستن و همچنین در میدان‌ها و خیابون‌ها دوش به دوش مردان در پلازه در مبارزه جان باختن. خانم خرمی اونجا که وقت برنامه‌مون بسیار محدود هستش، البته من خیلی دوست داشتم که بتونیم بیشتر به خصوص در رابطه با فعالیت انجمن خودتون و سایر انجمن زنان صحبت کنیم، اما یک سوالی که می‌خواستم حتما توی این فرصت اون رو بکنم و این فرصت رو از دست ندم، چه چیزی باعث میشه که این فعالیت‌ها مستمر ادامه داشته باشه؟ فعالیت انجمن خودتون، سایر انجمن‌ها، الان شما به 279 انجمن اشاره کردید، اون چیزی که باعث میشه این فعالیت ها ادامه داشته باشه و پیگیر باشه چه هستش؟ لطفاً در آخر سال راز و رمز اون رو به ما هم بگید. والا روز رمز خاصی نداره اینا، به نظر من اگه اجازه بدیم باز اینا برمیگرد به تاریخچه 402 بیشتر ثابت کرد که نقش زنان در رهبری جنبش آزادی بخش یک نقش بازیگرانه و فرمیست رفرمیستی نیست و در همین راستا انجمن زنان که خود من هم مسئول یکی از اونها هم که اعلام کردم انجمن زنان کاناداست، به دلیل وقت دارم تونتون میگم، که هست نقش فعالی در روشن کردن خطوط و مرز سرخ‌های مقاومت و بیرون کشیدن افراد وهم از سیطره فرصت طلبانی که تنها هدفشون ابقای همین رژیم قرون وسطایی داشتن. مشخصه میگیدین که علارغم دود دادن تبلیغاتی رسانه‌های استعماری و ارتجایی، برجسته‌ترین زنان در صحنه‌های مختلف سیاسی و حقوقی اجتماعی با بیش از امضای 400 شخصیت حمایت خودشون رو از شورش زنان ایرانی و طرح در مدعی خانم رجوی اخیراً به ثبت رسودن در روز زن. پیشا پیش هم همینجور توطئه‌های رژیم رو نقش براب کردن. فعالیت انجمن زنان در کانادا و آمریکا همه هم در همین راستا در همین کارزار گسترش پیدا میکنه. همونطور که گفتم برای ضربه زدن به نظام پوسیده باید راهی رو بریم که سرانجام برسه، یعنی زمینه رو برای قیام ها آماده کنیم، بلخص قیام بعدی که در راه است. در مقاومت و تلاش برای تغییر این وضعیت فاجعه با میبینیم که الان چیزی که به شدت از اون رژیم و ایادی خارج کشورش میترسه همین قیام بعدی است. پس با میتوان و باید خانم رجوی در مسیر قیام بزرگتر زن مقاومت آزادی در خارج از کشور فعالیتامون رو میکنیم و انشالله که تضمین دار باشه. با تشکر که از این فرصت به من دادیم و تبریک برای ماه رمضان و روزداران و ببخشید که تند صحبت کردم، خواهش میکنم شما ببخشید چون فرصت کم بود. این در واقع یکی از آخرین برنامه‌های ما در سال 1402 هم هست، ولی با این حال خیلی خوشحال شدیم که این فرصت به دست اومد که با شما بتونیم صحبت کنیم در رابطه با فعالیت و انجمن زنان که در خارج از ایران فعالیت میکنن برای مبارزات زنان در ایران. خانم خرم‌دودی تشکر میکنم از تلاش‌های خودتون، پیشاپیش عید رو هم بهتون تبریک میگم، سالی پر از موفقیت براتون آرزو دارم. به همچنین یک دنیا تشکر. ممنونم که با ما همراه بودید، موفق باشید.